زندگی و آموزش. صحت و زندگی. سلام شنونده های عزیز، می دانید که آلودگی هوا سبب کدام بیماری ها و چی خطرات شده می تانه؟ یک آبا داخل چشم آزاد می شد، بخور میکنم هوا بمره. نفستنگی داشت، دکترها برش می گفتن که از زود خدا نگاه کو، او از زود خدا نگاه نمی کرد، بالاخره مرد. چرا آلودگی هوا سبب بیماری نزد انسان ها می شود و چگونه از خطرات آلودگی هوا خود را نگهداری کرده می توانیم؟ برنامه این هفته صحت و زندگی به همین پرسش ها پاسخ می دهد. اکسیژن موجود در هوا برای حیات انسان ها، حیوانات و نباتات خیلی ضروری است. اما در اکثریت شهرها، بنابر تراکم نفوس، ازدیاد موترها، فابریکه ها، حمام ها، استفاده غیر معیاری از مواد سوخت مانند زغال سنگ، تیل و گاز باعث آلودگی هوا شده و صحت انسانها، حیوانات و نباتات را به خطر مواجه می سازد. این که آلودگی هوا سبب چی مشکلات صحی نزد انسان شده می تواند، همکارمان وحیده صابر با چند تن صحبت کرده که با هم می شنویم. از شما از سبب آلودگی هوا مریض بود و چی مریضی داشت؟ قصرم بود 55 می آمد. نفستنگی داشت، دکترها برش می گفتن که از دود خدا نگاه کو، او از دود خدا نگاه نمی کرد، بالاخره سببش نمی شد که دود آلودگی مرد. خود چی مریضی داری؟ نفستنگی دارم. چقدر از خراب شده داری نفستنگی؟ زیاد خراب شده، بخی بستر شده. چقدر بستر مانده؟ تک بیست شدم کابل بستر شده. خودت در سر سرک کار میکنی، ترکاری فروشی داری، چی مریضی ها باید پیدا میشه؟ یعنی که ما کراچی رسوات کرده، یعنی بیادر به ما مریضی های گوناگون پیدا میشه. فعلا ما خود ما میتک جاندردی، تک ریزش، تک زکام هستم که بیخی دیگر تا کل جانم هم راج درد میکنم و نمیتانیم که بیادر فامیدم کار خود بدرسی انجام بتیم. بیخی سونیزی تست منیمال بیخی گوزیت مخراه. خود چی مریضی داری؟ دکتر فکر برانشیت مزمن دارید، قوالای ششت بند است، عکس گرب، دوا داد، سلفه میکنم خیلی اینو نمو، اوه یازدر وقت مر تکان دلم پیدا کن. دکتر داد پیشین میرم پیشش، کالم سلفه خوب شد مخی چطو کنم، یک قدم را میرم دلمی تملر در تکان مکن، پیش نفسم قید بود. چرا چشمایتان سرخ میشه؟ اوه کابل خالی بد بملگه، ای کابل داخل چشمان سرخ میشه. مردم بیماری های نفس تنگی، سینوزیت، برانشیت و حساسیت چشم را از جمله بیماری های گفتند که از سبب آلودگی هوا به آن مصاب شده بودند. حال گفتگوی همکارمان وحیده صابر را میشنویم که در مورد با دکتر زرولی، متخصص امراض داخله، موظف در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل انجام داده است. دکتر صاحب، آلودگی هوا چیست؟ یک تعریف ازش میشه داشته باشیم؟ آلودگی هوا خو از نامشان معلوم است که هوا آلوده شده امرای بخارات، امرای گازها، امرای گرد و غبار، بوی، دودی غلیظ، ای که در هوا موجود می باشه، به این میگه که آلودگی از حد نرمال که زیاد باشه. آلودگی هوا سبب چه امراض پیش انسان ها شده میتونه؟ اکثرا هوا که منتن باشه اول که امرشان معروض میشه ریه هستن، شش هستن که ما برانشایتیس میگیم یا التهاب شش به بار میاره و امراض مختلف حساسیت پیدا میکنه که از بینی او میای او نفس قید میشه، چشم او میای حتی نفس تنگی پیدا میکنه، سکته قلبی، سکته مغز پیدا میکنه، با اطفال و سالمندان بسیار مضر هستند، تا سرطان خون سببشان میشه، مریضایی که مریضای مزمن هستند یا از گرده یا از قلب یا از شش سبب شدت مرضشان میشه، سبب مرگ انسان میشه، سکته مغزی میگیم یا سکته قلبی در جوانا زیاد شده، حتی اینجا مریضا میاید 25 سالگی سکته قلبی کده که اینجا آمده مرده، اما مواد زهری کیمیایی که در هوا هستند و ای به بدن جذب شوه از طرف تنفس یا از خوراک یا امرای او میکس شوه، ای چه خطرناک است با انسان. با گفته مردم و دکتر، بیماری هایی که انسان ها از سبب هوای آلوده به آن مبتلا می شوند، بیشتر بیماری های طرق تنفسی مانند نفس تنگی، سینوزیت، برانشیت، زکام، ریزش و گلودردی بود. همچنین آلودگی هوا یکی از اسباب بیماری های جلدی، حساسیت چشم و حتی سکته قلبی نیز بوده می تواند.
حال باید بدانیم که چرا آلودگی هوا باعث مشکلات صحی نزد انسان ها می شود. در این مورد مردم چنین گفتند. ما نمی فهمیم که چرا هوای آلوده مردم مریض می سازد. به خاطر دود خودش زهرات زهری و خطرناک داره برای بدن انسان بسیار مضر است. آلودگی است که مردم زغال استفاده میکنه، پلاستیک استفاده میکنه، به می خاطر این هوای چتر میشه که نفس داخل شد مردم از بین میبرند. ادعی از مردم در مورد این که چرا آلودگی هوا سبب بیماری ها نزد انسان ها می شود چیزی نمی دانستند. برخی موجودیت میکروب ها در هوای آلوده و تعداد هم موجودیت ذرات زهری که از سبب دود موترها و سوختاندن مواد سوخت در هوا پخش می شود را از علت ها گفتند. در این مورد به بقیه صحبت های همکارم و دکتر زرولی گوش می دهیم. علت آلودگی هوا چی هاست؟ علت آلودگی خو ما اگر بگوییم به دو قسم تقسیمش میکنیم، یک به شکل مصنوعی که ما هوا آلوده میکنیم و دیگه به شکل طبیعی که آلوده میشه او از کنترل ما خارج است. دوم مصنوعی که ما انسان ها را آلوده میکنیم، وسایل نقلیه هستن، کارخانه ها هستن که از او باز گازهای کربن مونوکساید که بی بوی است، بی رنگ است، که بسیار زهری هستند و دیگه سلفوریک اسید هستند. ما در شهرها یا در کارخانه زغال سنگ می سوزانیم یا نفت از موتور استفاده می کنیم و نایتریک اسید است یا نایتروژن اکساید هستند که سبب مردن مردم می شود. اکثر در شهرهای کلان اگر دیده باشین از دور به سر شهر یک غبار قهوه‌ای وری معلوم می شه، اونمو غبار موگاز سیمی نایتروژن اکساید هستن که بد بوی در بشار تلخ است، گلونه می سوزانه، چشمه را می سوزانه. همین گازات یا آلودگی هوا چطور به انسان انتقال پیدا می کنن؟ اکثرا انتقالشان از طرف هوا هستن، نامشان معلوم است که هوا آلوده شده. باز میشه که به فسادی کم او کسیب شوه، او کسیب خورده شوه که هر سال به زارها، به لکها مریض از پیشان پیدا میشه. از طرف چشم داخل شود، اکثرا در اواخر یک مرض از الرژی کنجکتیویتیس که بسیار زیاد چشمه را سرخ میگردانه، از بینی، از دهن اکثرا به بدن داخل میشه و بالاخره داخل عضویت میشه. وقتی که حجره اکسیژن میگیره و اوتری نرمال خود پیش میبره، می غبار داخل وجود که رفت مداخله میکنه و مشکل جور میکنه، حتی باشی سرطانه خون میشه. شنونده های عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوید که موضوع آن بیماری های ناشی از آلودگی هوا می باشد. به باور دکتر، زمانی که گازات مضر موجود در هوا از طریق تنفس داخل بدن شد، در ششها با اکسیژن رقابت کرده و بالاخره بازیاد شدن آن در ششها سبب بیماری های مختلف می شود. همچنین باعث بیماری های جلدی و حساسیت چشم نیز شده می تواند. بناهن کدام نکات را در نظر بگیریم که بتوانیم تا حد از این بیماری ها در امان باشیم؟ در این مورد باز هم همکارم با تعداد از مردم صحبت کرده. قسم که من میبینم شما ماسک پوشیدین و ماسک تانم خوب دبل است، چرا شما از ماسک استفاده میکنین در بیرون؟ به خاطر ازی که یکی خب از وقتی که ویروس کرونا شیوع کرد گفتن که در هوا موجود میباشه و انسانایی که کم ذره معافیتی وجودشان کم میباشه زودتر سرزونا حمله میکنه، خصوصا سری اطفال و سری سفیدان. به اون لحاظ ما کوشش میکنم که دائم ماسک بپوشم و دیگه هوا که است کاملا کثافت هوا زیاد است، به این لحاظ هم ضرور است ماسک بپوشن. از هوا آلوده در امان میباشم و از میکروبا و بعضی گپای دیگه هم. چند سال است که شما از ماسک استفاده میکنین و چی فایده کرده برتان؟ اضافه تر از 4 سال شد. فایده خوی نمیست که تقریبا در دور و بر ما بسیاری کسا در این جریان ویروس کرونا زندگی خود از دست دادن و اکثر دوستای ما و همسایه ما و کسایی که در اینجا زندگی میکنه در شهر کابل در مجموع به امراض مختلف مصاب میشن که باز زیاد مصارف گزاف از خاطر تداوی و دکتر و لابراتور و دیگه گپا سرشان میه. از او خاطر ما فکر کردیم که ما فایده کرده باشیم. به خاطر که حال هوا آلوده است، شما چطور خدا نگاه میکنین از این می حالتا؟ تا یک حد، البته تا یک حد خدا میتونیم ما نگاه کنیم. برای اینکه هوای کابل فعلا
که هوا سرد است و بعد از این زمستان هم آمدنی است و هر قسم مواد سوخت ایج استفاده میشه. دود چرب است که اصلا تنفس بیخی خراب میکنه. شخصا خودم هر روز به خاطر صحت خود ماماکس میپوشیم. خانم دستوری خودم میریم میشویم، قف میکنیم، بینی را راوکش میکنیم، قرقره میکنیم که باش باز خاک و چیز در گلون ما نمانه. مالک از این بلند منزل خود تانست؟ بله، من از این بلاک مالکش هستم. در زمستان مرکز گرمی های از این بلاک شما توسط چی گرم میکنین؟ ما توسط سنگ و زغال مرکز گرمی را فعال میکنیم. در زم ما فلتر هم نصب کردیم که از آلودگی هوا جلوگیری کنه. مسائل تنفسی و پاس مرض ها از مرض مردم مزر دور میشه. نام شما چی هست؟ ممتاز. شما چی کار میکنین؟ ما تکسیوانی میکنم در شهر کابل. و وارد موتر میگیریم که دود نکنه، هوا را خراب نکنه و هم به ما ضرر میکنه هم برای صحت همگی ضرر داره. اگر دود کنه موتر، اگر جلوگیری شود وقت به وقت پیش میستری بوده جور شود، انشاءالله جور میباشه. هم بر خود توجه میکنم، برای همشهری خود به صحتشان. تعداد با بستن دهن و دماغ در فضای آلوده با دود و خاک، برخی هم با شستن دست و روی بعد از برگشت به خانه از شهر بازار، توانسته بودند از خطرات آلودگی هوا خود را نگه دارند. در عین حال عده موترهای خود را ترمیم کرده بودند تا از دود آن جلوگیری کنند. برخی از مالکان بلند منزل ها با نصب فلتر در هواکش های مرکز گرمی ها خواسته بودند از آلودگی هوا جلوگیری کنند و به صحت خود و هموطنانشان صدمه نزنند. دکتر نیز در این مورد گفتنی های دارد. آدم که بیرون میبره باید ماسک استفاده کنه. اگر آفتاب تیز باشه، گرد و خاک باشه، عینک استفاده شوه، کوشش شوه که خانه که بره روی بشویه، بینی استنشاق کنه، پاک کنه، بنی خدا آبکش کنه، دست خدا بشویه. دست هستن که آجای به تماس میشه. دست که شسته شد و دهن که شسته شد که مجراهای هستن که میکروب ازو داخل به وجود میره. چون شما بینی که پاک شد دیگه خوب. انشالله رحمان که در نظر طبی پاکی اگر باشه مرض نیست. آدم یک احساس تازگی میکنه. امی قسم که از دکتر نظر روانی احساس تازگی میکنه، از دکتر نظر دینی خوب است، هم پاک میشه. آلودگی هوا یکی از اسباب بیماری های طرق تنفسی مانند ریزش، زکام، برانشیت و نفس تنگی شده و همچنین باعث بیماری های جلدی، حساسیتی و حتی قلبی نیز شده میتواند. با باور دکتر، زمانی که گازات مضر موجود در هوا از طریق دهن و دماغ داخل بدن شد، در ششها با اکسیژن رقابت می کند و بالاخره زیاد شدن آن در ششها سبب بیماری های مختلف می شود. همچنین سبب بیماری های جلدی و حساسیت در چشم نیز شده می تواند. دکتران بدین باورند که با در نظر گرفتن نظافت شخصی، یعنی شستن دست و روی با صابون، غرغره کردن آب با اندک نمک یکی دو بار در روز، بستن دماغ با ماسک یا دستمال در شهر بازار و استفاده از عینک، میتوان تا حد زیادی از خطرات آلودگی هوا در امان ماند. شنونده های عزیز، برنامه ای را که شنیدید در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر شما هم در مورد برنامه های ما نظر یا پیشنهاد دارید، میتوانید به شماره تلفن 020-240-5101 با ما مستقیماً به تماس شوید و اگر به اینترنت دسترسی دارید، به سایت تجلا.اف رفته برنامه های تعلیمی ما را خوانده و شنیده می توانید.